ansarkilib.ir تقدیم می کند. در سالهای پایانی جنگ، خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود. عراق خیلی راحت کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را می‌زد. کویت بخشی از سرزمین و عربستان آسمونش رو در اختیار صدام قرار داده بودند. فرماندهان سپاه جریان عبور ناوهای آمریکا که در جنگ حامی عراق بودند رو به امام اطلاع دادند. امام فرموده بودند اگر من بودم می‌زدم. آمریکایی‌ها با قرار دادن پرچم خودشون روی نفتکش کویتی ارخا نام اون رو به بریجتون تغییر دادند و با 4 ناو جنگی اون رو اسکورت کردند. اونها برای نشون دادن اقتدار نظامی خودشون بیش از 100 خبرنگار از سراسر دنیا رو سوار کشتی‌های خودشون کردند و لحظه به لحظه گزارش می‌دادند. ما داریم میریم انشالله یه دعنی محکمی به عبر قدرت ها بزنیم. هدفه دیگه به این عراق نگن که شما بیه برو کشتیه که میره به طرف جمهوری اسلامی هدف قرار بده. میریم انشالله مقابله به مصر بکنیم. نادر مهدوی و همرزمانش تعدادی مین دریایی رو مسافت حدود 80 مایل دریایی در شرایطی بسیار سخت حمل کردند. در مسیر نزدیک بود مین ها واژگون بشن که بعضی از بچه ها خودشون رو بین اونها قرار دادند تا داخل آب نیفتند. دستاشون به شدت آسیب دید. غروب به محل مورد نظر رسیدند و مین ریزی انجام شد. روز بعد هنگام عبور کاروان نظامی آمریکا در نزدیکی جزیره فارسی، نفتکش بریجتون مورد اصابت مین دریایی قرار گرفت. و حفره‌ای به بزرگی 43 متر مربع در بدنه اون ایجاد شد. این اتفاق در برابر دیدگان اون همه خبرنگار بازتاب گسترده‌ای از شکست آمریکا در رسانه‌های جهان داشت. This is ABC News Nightline. One of the things I do not have a capability to do is to defend the tanker from a mine. به پاس قدردانی از نادر مهدوی و همرزمانش، برنامه دیدار با حضرت امام تدارک دیده شد. در این دیدار حضرت امام پیشانی نادر مهدوی رو بوسید. پنجشنبه 16 مهر 1366، نادر مهدوی همراه با همرزمانش برای گشت زنی به سمت جزیره فارسی حرکت میکنند. بعد از مدتی به ساحل جزیره فارسی میرسند و نماز مغرب و عشا رو همونجا میخونند. هنوز مغرب بود و سرخی آسمون خود نمایی میکرد که ناگهان صدای انفجار مهیبی همه رو متوجه خودش کرد. رادار پایگاه فرماندهی مورد اصابت موشک قرار گرفته بود. ارتباط ناوگروه با مرکز به کلی قطع شد. چند لحظه بعد اونها یک بادگرد بی صدای آمریکایی رو بالای سر خودشون دیدن. یعنی هلیکوپتر اصلا صدا نداشت که متاسفانه ما زمانی متوجه شدیم که اولین قایق ما خودش. حدود یه چند لحظه که دوشت یه تو همین وضعیت بچه موشکی بلند شدن، موشک رو برداشتن، فقط چرخید موشک به شلیک شد. بعدش یه انفجار عجیبی داخل آسمون تو دریا. بیژن گرد فریاد میزنه که دومی رو شلیک کن. در این لحظه قایق دوم هم هدف قرار میگیره. حالا دیگه تنها ناوچه نادر مهدوی سالم مونده بود. اون به همراه مدیر مبارکی با دوشکا به طرف 3 بالگرد آمریکایی شلیک میکردن. بعد از 20 دقیقه درگیری ناوچه اونها هم مورد هدف قرار میگیره. همرزمان زخمی نادر صدای تیربار رو میشنیدند که لحظه ای قطع میشه، اما دوباره شروع میکنه به تیراندازی. موشک دوم
به ناوچه برخورد میکنه. حالا صدای تیربار رفته رفته کم میشه. عبدالرضا کریمی، پام تیر خورده بود و تو آب افتاده بودم که یه آمریکایی رو دست ناختون بود. من کشید بالا انتری چون تو آب هستی سبکی میبالا بعد محکم صورت من رو زد بلدن شناورش رو بردم بالا دک ناوچه خوابون. به منزی که ما خوابانن شروع کردم با خنداق اصله به لگت و مش زدم، داد زدم که برو آب برام بیاری. هر صورت یه دیوان آب گذاشتم 2 سانتی ما، بعد به اشاره گفتن که قلب بزن بر طرف آب. میتونم بگم حداقل در 15 تا لگت ما خودم تا به آب رسیدم. لگت هایی که میزدن توبله بدن توبله سفتگیمون میترکید و عجیبی آبی که خارج میشد سوزش داد. توی بازجویی ها محور سوالاتشون نادر بود. برای اونا شناسایی نادر خیلی مهم. آمریکایی‌ها بدن بیجان نادر رو خیلی محکم با طناب بسته بودن، انگار که هنوز ازش میترسن. بالاخره بعد از گذشت 6 روز پیکرهای شهدا و اسرا از مسقط پایتخت کشور عمان تحویل گرفته شد. بر روی جسد نادر میخ‌های بلند آهنی دیده میشد. آمریکایی‌ها بغض خودشون را از این جوان 24 ساله بوشهری با این میخ‌ها نشون داده بودن. جنازه مطهر شهید با شکوه خاصی بر دوش هزاران تن از مردم در مقابل لانه جاسوسی آمریکا تشییع و بعد به بوشهر انتقال پیدا کرد. علاوه بر شهید مهدوی، بیژن گرد، خداداد آبسالان، غلام حسین توسلی، مهدی محمدیان، مجید مبارکی و نصرالله شفیعی بازیگران یکی از درخشان ترین سکانس های تاریخ این مرز و بوم بودند که در نبرد مستقیم با آمریکا به شهادت رسیدند.